قوه قضاییه اعلام کرده تعدادی از سلبریتی ها و فعالین سیاسی اصلاح طلب به دادسرای نظامی فرا خوانده شدند. خل برادران عزیز عربمون هسته زیان خوبه. همچنین اسوشیتد پرس اعلام کرد که ایران رسما عراق و یعنی منطقه اقلیم رو تهدید به حمله نظامی زمینی کرده. اگر این موشای کوین رو جمع نکنید، این کلاهاشون رو جمع نکنید، حمله نظامی قطعی است. همچنین از حال زار براندازان درب داغون و دنیای غرب و ارباباشون خواهیم گفت و در مورد تاجیکستان هم، تاجیکستان و ارتباطات فرهنگی و هنری بین ایران و کشور دوست و برادر تاجیکستان در دولت 13 ابراهیم رئیسی، اینو مورد بررسی قرار خواهیم داد. سلام ایرانیان، سلام هموطنان ما در باکو، نخجوان، تالش، تاجیکستانی های عزیز، افغانستانی های گرامی، فارسی زبانان در سمرقند، بخارا، فرخانه، سرتاسر جان، اونایی که صدای ما رو میشنوند. دوستان عزیز، لحظاتی پیش فارس خبر داد که بالاخره این قوه قضاییه اژه تکونی به خودش داد. بالاخره یه دستی رو زانو گذاشت دیگه. حقیقتا داشت منفعل عمل میکرد، اعصاب ما رو همه خورد کرده بود. آقا ما امروز فیلم این درگیری ایزه رو دیدیم. خدا وکیلی چقدر نیروهای امنیتی ما مظلومن که طرفهای مقابل نیروهای امنیتی ما رو به رگبار میبستن، سلاحی نداشتن از خودشون دفاع کنن، مرتب داد میزدن آقای اصلی به دست ما برسونید. و نقابم افتاد، دیدیم تو این فیلم هم مشخص بود که این خانواده رو، کیا رو، پسر کوچیکه رو هم تروریستا به شهادت رسوندن و واقعا ناراحت کننده است. اونم به تحریک، بیشترشون به تحریک این سلبریتی ها یا برخی از این لیبرال ها، اصلاح طلبان بی همه چیز، که یا مستقیما دستشون تو دست دشمنان ایران زمینن یا اینا بخشی از پازلن با توییت هاشون، با مصاحبه هاشون. اون یاشار سلطانی حرامزاده حرام لقمه، اون بی همه چیز توییت زده بود اول پدر را بزنم یا پسر را، اول نه پدر را، خجالت نمیکشی مرتی که بی شرف، حالا میای معذرت خواهی بکنی مثل یه آدم بعد اینکه فیلم تیراندازی هم منتشر شد. چقدر شما کثیفید، چقدر شما وقیحید. اون پروانه سلحشور با اون شوهر مافیاییش، بنزین وارد کنش، مثل اختاپوس چنبره زدن چون در دولت 13 منافع اقتصادیشون به خطر افتاده. بخور بخورا پسر رفسنجانی گفت، محسن گفت از این 43 سال نظام جمهوری اسلامی 32 سالش دولت ها دست ما بوده، اینقدر خوردن دیگه به قول ما ورتوپسن خاک روزر زیبا کلام خرد کپو تاج زاده که الان نمیدونن یک کمی لاغر شدنه دارن فتنه انگیزی میکنن. حالا بریم بیانیه فارس بخونیم. دوستان عزیز، لحظاتی پیش فارس خبر داد که قوه قضاییه اعلام کرده در پی برخی اظهار نظرها بدون اسناد در مورد وقایع اخیر، همچنین انتشار مطالب تحریک‌آمیز در جهت حمایت از اختشاشات خیابانی محمود صادقی، این کثافت، این برادر شهیده، برادر کجا، این زیر مشغل کجا یعنی دقیقاً بوخچی دشمنان، دقیقاً پشت خاکی ستون پنجم، اینا ستون پنجم هم دوستان عزیز، به رهبری محمد خاتمی چقل، حسن گمال، علی لاریجانی، زیرمشکلون که همه تیم لندنیا زیرمشکلون ملکن، الان خب ملکن مرد، بیمادر شدن، الان چارز دست با چلوف بابا جونشونه، البته بابای دل پولی نجات آقا جان نیم، مکرون جانه. بگذاریم. خب پروانه سلحشوری گفتم شوهر مافیاییه و یحیی گلمحمد، این گلمحمد خیلی تند رفت، به عنوان یه پرسپولیسی کاری کرد که حال من از پرسپولیس و فوتبال به هم بخوره. خدا وکیلی هیچ کسی به اندازه این گلمحمد باعث نشد که من از پرسپولیس و فوتبال حالم به هم بخوره. یعنی اگر میخواست یه کار یکی رو از فوتبال زده کنید، این گلمحمد رو بذارید اونجا. دیدم اصری پیجش رو غیر فعال کرده بود، گوشش رو پیچوندن دیگه، مماشات بسته دیگه، هرچی تاکنون گفتید و خوردید و بهتون رسوندن یک کاسه شدید با دشمنان ایران زمین، بسته. البته این کمه، این ما میگم گفتیم هشت زین فقط واسه شروع بودا، الان
این خوبه. بخشی از هزینه های مالی اینو باید از روح اینا بکشن بیرون. مثل کل دنیا عملی است مشروع. اما ادامهش میگه که گفتنی است در روزهای گذشته از تعدادی افراد در مورد صحت ادعاهای تحریک‌آمیز مطرح شده در مورد اختشاشات، مستندات و ادله خواسته شده. از مستندات خواستن، ادلتون چیه که با گذشت چند روز تاکنون هیچ مستندات و دلیلی ارائه نشده است و در نتیجه این افراد جهت توضیحات در خصوص مطالبی که منتشر کردن به دادسرا احضار شده اند. دفعه دیگه تکرار کردن. گونی بهترین روش دوستان عزیز. در همین رابطه همچنین در یک هفته گذشته نیز 5 نفر از چهره‌های سینمایی جهت پاسخگویی در مورد انتشار مطالب غیر مستند و تحریک‌آمیز به دادسرا احضار شدند. اینو رسانه‌ای نکرده بودن، حالا مشخص شده، ما نمی‌دونستیم. الناز شاکردوست، خدایا شکرت. الناز شاکردوست که دست چپ و راستش نمی‌دونن، کل هنر زندگیشو دلقک بازی بوده، بوتاکس زدن بوده، آرایش کردن بوده. بیاد مثلا الناز شاکر دو. دیدم رفته بودن مسابقه کردن، دیگه کفگیرشون به ته دیگ کنه، قطع رجال مواجه با نیکا و چی میدونم ویکا و چیش نمیدونم، مال اون دوقلوی پایتخت و بچه بودن که کل دیالوگشون نیم صفحه هم نبود، رفتن با اونا مسابقه کنن، گفته کار تمومه. فعلا تو همون سوئد بلرز، معلوم میشه کار کی تمومه. یه دو ما دیگه صف کو میبینیمت تو استودیوم. اون شبکه که حضور پیدا کرده بودن دقیقا مثل اسکیموها 10 کیلو لباس پوشیده بودن. دوستان عزیز، همین خوبه، هم چوب خداست. فعلا بلرز تو از سرما. خب، میترا هجار، باران کوثری، سیما تیرانداز و هنگام قاضیانی، این افراد. 3 فرد دیگر نیز در روزهای آتی به مقام قضایی در مورد مطالب غیرواقعی مطرح شده پاسخگو خواهند شد. پاسخگو یعنی چی؟ مثلا رفتن آقای قوه قضاییه 10 روز نمیخوای بذاریشون لااقل با جو زندان بازداشت آشنا بشن، از آزادی، از همین پول روفی پول پاشی که دارن یکم جداشون که بفهمن قدر عافیت رو بدونن. مثلا رفتی اونجا باشون مذاکره کردید؟ ما حالا انتقاد داریم، آیا با مردم عادی هم همچین رفتاری میکنید خدا وکیلی؟ اون موقع رئیس جمهور ما صحبت میکنه میگه که چی؟ میگه نباید از جو ترسید، از فضای مجازی ترسید. خب چرا با اینا مثل مردم عادی برخورد نمیشه؟ طرف دختره تو قزوین روسری رو درآورده به بازیاریان میگه حمایت، همون شب ساعت 10 گرفتن شه. امروز هم فیلم اعترافاتش منتشر شد. چرا با اینا هم کار نمیکنه؟ همین کارا رو نمیکنه. چه فرقی دارن؟ مگه همه در برابر قانون مساوی نیستن؟ و مشخص شما هم از جو میترسید، متاسفانه شما هم از این میترسی که تو فضای مجازی، چون اینا فالوور داره. این پارادوکسه. امروز سردار جعفری هم دیگه صداش در اومد، گفت مماشات بسته دیگه، اینا باید قاطع با اینا برخورد کرد. همون روزی که من اون مطلب رو در مورد دولت رئیسی منتشر کردم، حتی حسین شریعت مداری هم گفته بود سلبریتی ها دقیقا مثل داعشیان، چرا با اینا برخورد نمیشه؟ سر صدا همه در اومده دیگه. یک پیر به قول معروف کهنه خبرنگاری مثل شریعت مداری، یک زمانی میگفتن صحبت‌ها نزدیکن به رهبری، اون هم دیگه صداش در اومده. چقدر ما از اون ور پشت بوم افتادیم. خب، البته گفته حسن عباسی رئیس اندیشکده یقین که اعتمادی را به فوتبالیستا وارد کرده بود نیز برای پاسخگویی به دادسرا احضار شده است. اینو خبر رو فارس زده بود تقریبا 1 ساعت پیش و من اینو مثبت میدونم. خوبه برن گوششون رو بپیچون و اتمام حجت بکنن، همونطوری که با خونوی کردن. حساب کار دستشون بیاد، شهر بیکلانتر نیست، مملکت هم قانون داره و مثل بعضی ها میگه کار تمومه، کار رژیم تمومه، کار ارباباتون تمومه، با امید خدا. اما اسوشیتد پرس هم یک خبر گذاشت و گفته یه مقام ارشد نظامی ایران این هفته از بغداد بازدید کرده بود، منظورش اسماعیل قانیه. یک هیئتی هم از کارشناسان وزارت اطلاعات با اسناد هم برده به دولت عراق نشون داد. اتمام حجت که به این دولت مسعود ششو نوچیروان گنگو، اگر این موشای کوی کمله و دموکرات و پژاکو از این کلاهاشون جمع نکنید
عملیات زمینی شروع میشه. وقتی عملیات زمینی شروع شد، ما چیزی رو گرفتیم، دیگه پس میدیم. مگر گرفتنی رو میدن. چون که برای جلوگیری بکنیم از بازگشت اون موشا به کلاهشون، باید پس ندیم دیگه، مال خمونه، مال بچون خمونه. پس باید یه کاری بکنید دیگه، وگرنه. اتفاقا خبری دیدم که یگانهای ضد عملیات کوهستانی هم مستقر شدن، آمادن، فقط منتظر فرمان حرکتن. ببینم اتمام حجت هم به دولت عراق کرده، دیگه نمیتونید دب در بیارید. او فؤاد معصوم علیهما علی بیانیه بده بر علی ایران، وزیر خارجه عراق، ما اتمام حجت میکنیم. اگر مثل یک همسایه خوب بی آزار رفتار میکنید، ما احترام میذاریم. رفتار نکنید، میایم هنتون در رمنیم و همین سادگی. خب چندین مقام عراقی و کردی گفتن، یک مقام ارشد نظامی ایران که این هفته از بغداد بازدید کرده بود، عراق را تهدید کرد که اگر ارتش عراق مرز مشترک دو کشور را در برابر گروه های تروریستی مستحکم نکند، عملیات نظامی زمینی در شمال این کشور انجام خواهد شد. نقطه سرخط، قاطع، شفاف، مستقیم. این اخطار این هفته توسط اسماعیل قانی، فرمانده سپاه قدس، پیاخو طایفه، جانشین سردار دلا، جانشین آدم بزرگی شده واقعا. البته آمریکایی‌ها خیلی ازش میترسن ها، چون این نمیشناسنش، مرد درسایه، اهل مصاحبه کردن هم نیست، یه چند تا سخنرانی داره ولی مصاحبه، یعنی شناختی ازش ندارم، وحشتناک، ازش بیمناکن. نشون به اون نشون که در دو سال اخیر هم به شدت حملات به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه چندین برابر شده نسبت به زمان سردار دلها. خب این اخطار یافته توسط اسماعیل قانی، فرمانده سپاه قدس ایران، که در یک سفر دو روزه از پیش اعلام نشده وارد پایتخت عراق شد، به مقامات عراقی و کرد در بغداد داده شد. ایران ادعا می‌کند که گروه تروریستی که مدت‌ها در شمال عراق هستند، اعتراض‌های ضد دولتی در ایران را تحریک می‌کنند و سلاح به داخل کشور قاچاق می‌کنند. اینو حتی جان بولتون خودتون هم آقای اسوشیده پرس تایید کرد که از طریق کردستان عراق سلاح وارد ایران میشه. اون عملیات تروریستی در ایزه، در بوکان، در مهاباد، اینا با سلاحی است که از اقلیم مسعود ششو وارد ایران میشه. داریم سیش می کاسکله، داریم سیش دیروزو داره، سخت و سوز نداره، مگر اینکه این موشا رو از اونجا ببره، وگرنه این توبه میری دیگه از اون توبه میری ها نیست. اما بریم که این بخندیم به حال زار غرب، یا بیچاره ها، بدبخت ها، المفلس و فی امان الله. فیلم چی بود؟ همسفر بیروز بسوق بود با رضا کرم رضایی، اینو میگم، المفلس و فی امان الله. خب نیویورک تایمز چی میگه؟ یادت یه عده میگفتن اونایی که تو خیابون زندگی میکنن، این هوملسا بیخوان، اینا خودشون انتخاب میکنن، وگرنه آقا خونه مجانی لوکس، ماشین آنچنانی میذارن زیر پاشون، نه اینقدر خسته شدیم تو خونه موندن، یه مدت میخوایم بریم کنار پیاده رو، هوای خنک، هوای آزاد بخوریم. میخوایم طبیعی رفتار کنیم، با طبیعت حال کنیم، با توی جوب آب هم شنا میکنیم، همون میکنیم. یعنی اینقدر این دلیل، این بهانه‌ای که میارن، این دلیلی که میآوردن مسخره است. حالا نیویورک تایمز چی میگه؟ میگه بیش از 4000، ببخشید، بیش از 104000، 104 دانش آموز، یعنی از هر دانش آموز یکی، تنها در شهر نیویورک 104000 دانش آموز در شهر نیویورک بی خانمان هستند و در چادرها و ماشینها و غیره زندگی میکنند، زندگی نرمال میکنن، خیلی نرماله. کودکان مهاجر در این آمار لحاظ نشدن، بدون با اونا سر به فلک میکشه. 104000 دانش آموز در شهر نیویورک تنها، اونایی که عشق غرب، برید خواشن، برید ببینید، شاید خوشتون اومد، شاید کیفور شدید. خب سرزمین رویاست، امریکن، فامیل اون امریکاست، داره عشق و حال میکنه. حالا چه فامیل شکار از ظرفشوریه، رخشوریه، صبح 4 صبح علل تو رو باید بیدار بشه بره ظرف بشوره، تا نصف شب فامیلمون پیش یه ماشینی عکسی میگیره، پیش یه خونه عکسی میگیره، اوه ببین چه کار میکنه.
چقدر ما ظاهر بینیم. او ایرانی ها خارج کشور هم اکثرشون، نه همه، بیمعرفت هم. چون دروغ میگن، پوز میدن، پوز عالی، جیب خالی. خب دیگه از بدبختی هاشون چی بگیم؟ گاردین میگه که بریتانیا وارد رکودی شده است که تا یک سال طول میکشد و 50,000 نفر را بیکار میکند، در حالی که خانواده ها با بزرگترین سقوط استانداردهای زندگی روبرو هستند. خبری اعلام شد که بسیاری از زنان در انگلیس واسه پرداخت قبضشون میرن تنفروشی میکنن. قابل توجه دله های سود اینترنشنال و بی بی سی و من و تو، خدا انشالله نصیبتون بکنه، نصیبتون هم میکنه واسه پرداخت قبضا برید تنفروشی هم بکنید، یه کمی حقوق زن رو به جا بیارید. شما از حقوق زن خود همونه میشناسید، برید یه کمی دراز بکشید، شاید حقوق زنتون به جا اومد. خب آقا جمشید برزگر، یک مزدور خبرنگار بی شرف، پان، تجزیه طلب، بی اخلاق، بددهن، فحاش، قبلا در مورد فحاش فوشا رکیکشون گفتیم و پخش کردیم، حالا این زیر مشکلون، این مدفوع سیاسی لیبرال هاست، محمد خاتمی و حسن گمال، این مدفوعشونه، یکی از مدفوع سیاسیشون همینان. چه قومی هن که هر جا کثافت میبینی، هر جا جاسوس، خائن، وطن فروش، دیگه واسهتون بگم هر رزالتی میبینی شما توی جماعت لیبرال اصلاح طلب میبینی. عجب قومیه که اینقدر اینا زشتی تولید کردن، این همه اینا بی ریشه و بی بوتن که دست رو هر کسی میذاریم آخه بندنافش میرسه به اینا، یعنی مثل سرطان میمونن. سرطان اصلاحات که میگفتن همینه دیگه. خب این جمشید برزگر، مفسر و کارشناس بی بی سی، این ببین یه سری خب هست، یه سری تابو هست تو جامعه، مثل مادر، مثل وطن، خاک، تمامیت ارضی. ما 200,000 شهید دادیم در زمان جنگ، نمیدونم نزدیک 1,000,000 هم جانباز دادیم که این تمامیت ارضی حفظ بشه تا بسیا نیان به زنان ایرانی تجاوز کنن، قتل عام کنن، مثل انگلیسی ها در جنگ جهانی اول نیان نیمی از جمعیت رو از قحطی بکشن، تا مثل جنگ جهانی دوم نیان پادشاه مملکت با تیپا از مملکت پرت کنن و به ایرانیان تجاوز بکنن به ناموس ایرانی، تا مثل کودتای 28 مرداد نیان کودتا ایجاد کنن، تا مثل زمان عباس میرزا نیان 18 شهر قفقاز از ایران جدا کنن. این میگه تمامیت ارضی، لعنت به تمامیت ارضی ایران. خب بشه بشکنه دیگه که چی؟ ایران تجزیه بشه. هدف اینا همینه، اینا پوله های زیرمشگلون های ملکه مرده، اون پیر خرفتی که سقط شد الان هم بابا فیلیپشون، اینا طوله های اونان. ببینید این سگ زیرمشگلون چی میگه؟ آخه تا کی باید کیان ها کشته بشن؟ بابت چی؟ لعنت به اون یک پارچگی ارضی که بخواد به قیمت خون یک نفر تموم بشه. لعنت به اون یک پارچگی ارضی، لعنت به اون تمامیت، لعنت به اون ملت. اینها هست، من دارم میگم. ولی من پوزش میخوام یه استراحت بکنم. نه نمیتونم. کی گفت اینو؟ یک لحظه آقای، کی اینو گفت؟ کی اینو گفت؟ یک لحظه آقای مادم، نه رزا جان شما، نه نگو رزا جان، نگو، خواهش من. خیلی هم آگاهانه دارم، هدفشون هم همین، لعنت بر اون تمامیت ارضی، لعنت بر اون یک پارچه متلاشی بکنه که بر شما. دست اینا با داعش توی کاس است، با بن سلمان، محمد مشمش، با صهیونیستا، همه ائتلاف انجام دادن واسه نابود کردن ایران. حتی کور سگ کی باشی، دریا که با پوز سگ نجس نمیشه. این اگر بیفته تو کپ دلاور مردان ایران زمین، بخصوص بین لورها، وقتی جرش دادن اون موقع میفهمه تمامیت ارضی یعنی چی، یا آذربایجانی های عزیز، یا بقیه جای ایران میفهمه دهنشو باید، دهن گشادشو باید ببنده و رو مقدسات ملت ایران دست نذاره و ادب و رعایت بکنه.
قربون تو برم دوستان عزیز. اما در مورد تاجیکستان عزیز، در مورد تاجیکستان هم، در مورد نقش دولت 13 واسه ارتباطات فرهنگی و هنری با کشورهای دوربرمون، با خصوص کشور دوست و برادر، هم تاریخ هم ریشه مثل تاجیکستان، یه هفته فرهنگی تاجیکستان داشت در ایران، بعد از اون هفته فرهنگی ایرانیان بود تو تاجیکستان، که حالا بخوایم در مورد این صحبت کنیم، یعنی نشون میده دولت 13، دولت ابراهیم رئیسی، جدا از بحث دیپلماسی منطقه‌ایش، دیپلماسی اقتصادیش، ما تو حوزه‌های امنیتی نظامی الان با همین دولت تاجیکستان تو حوزه امنیتی واسه جنگ با تروریسم، مواد مخدر و چیزهای دیگه همکاری داریم. تو حوزه نظامی خب میدونیم کارخانه ساخت مونتاژ پهپاد ابابیل 2 در تاجیکستان ساخته شد، یعنی ارتباطات نظامی گسترده داریم. حالا چیزایی که اینا اعلام شده قطعا بیشتر از این صحبت هاست. همچنین تو حوزه فرهنگی که این هر روز داره بیشتر میشه، همین چند روز پیش هم اعلام شد که بیشتر از 50 قرارداد تو حوزه های ترانزیتی و توریستی واسه افزایش گردشگر بین ایران و تاجیکستان انعقاد پیدا کرد و ازبکستان، و در آینده نزدیکم شاهد افزایش توریسم بین این کشورها خواهیم بود، که خبر خیلی خوبیه و باید این تشدید بشه، بیشتر بشه. همچنین خواستار این شده بودن که ویزا بین دو کشور ایران و تاجیکستان از لغو بشه، قیمت بلیط‌های هوایی کاهش پیدا کنه تا این رفت آمدها کم هزینه تر بشه، و دو کشور اراده کردن که این روابط رو تعمیق بکنن. به گزارش ایرنا، هفته فرهنگی حالا اومده جمع‌بندی کرده از هفته فرهنگی ایران در جمهوری تاجیکستان، فرصت خوبی بود که برخی هنرمندان این مرز و بوم نیست فرصت را غنیمت شمرده و از آن استقبال کردند، به طوری که بیش از 50 هنرمند که از هر انگشت برخی از آنها چندین هنر میبارید با برپایی نمایشگاه‌های هنر خود را به نمایش گذاشته و دستاوردهای ایرانی را در مقابل دیدگان مردم تاجیکستان قرار دهند. البته اکنون یک هفته است که از سفر هنرمندان گذشته و حالا که خستگی خود را در کرده‌اند، منتظر دیدن نتایج این سفر خاطرانگیز و به یاد ماندنی هستند. این هنرمندان در عرصه‌های مختلفی هنرنمایی می‌کنند، از هنرهایی مثل تجسمی مثل خوشنویسی، تذهیب، نگارگری، خطاطی و نقاشی خط و سفالگری بگیرید تا دخت دوز با نخ و پنبه و بافت فرش و گلیم، یا هنرهایی همچون شاهنامه‌خوانی، ورزش زورخانه‌ای، پهلوانی و همچنین هنرمندان موسیقی کلاسیک و پاپ. از قدیم گفتن هر دیدی یک بازدید دارد. در واقع عزیمت هنرمندان و مسئولان فرهنگی به تاجیکستان که به دعوت فرهنگ دوستان و دولت این کشور صورت گرفته بود، در پاسخ به سفر ماه گذشته هنرمندان تاجیک به ایران بود. حالا بگذاریم، میگه که در واقع موضوع به سال گذشته برمیگردد، زمانی که رئیس جمهور کشورمان در اولین سفر خارجی خود در شهریور 1400 قدم به تاجیکستان گذاشت و گفت که فصل نوینی از روابط دو کشور در حال رقم خوردن است و اظهار امیدواری کرد که این سفر نقطه عطفی در روابط و همکاری تهران و تاجیکستان باشد، که در واقع هم همینطور شد. و بعدم سفر جناب امام علی رحمان به تهران بود و سفرهای مکرر که در سطح وزرا و مقامات دیگه انجام شد و انجام میشه و هر روز داره این روابط تعمیق پیدا میکنه. لعنت به این لیبرال ها، دولت حسن گمال، که ما یه دوران افول داشتیم در روابطمون با تاجیکستان، با کشورهای منطقه. اون فقط موسموس میکرد در ماتحت اربابشون، یان کیا اونم اونا خود توف بهش نمیذاشتن، اونم چیزی بجز اونی که از مقعدش اربابشون خارج میشه خب بهش نمیدادن. در هر صورت اون دوران تمام شد و امروز فصل نوینی ایجاد شده و ایران عزیز ما و تاجیکستان هم داره به پیش میره. قربونتون برم دوستان عزیز، خدا وکیلی میبینید که ایران عزیز ما داره به پیش میره، شتابان هم داره به پیش میره. دشمنان ما هر روز زارتر، خفیفتر، ذلیلتر، بیچارتر، زبونتر و مثل بلدوزر موانع هم از سر را بر میدار. آقا برید کنار، زیر دست با له نشید، شهرتون بیاد گردنمون. سپاس از مهرتان، پیروز باشید.